من افتخار می کنم که فرزند من برادر و فرزند همه آزادی خواهان جهان شد. این پیام مرا به سراسر جهان برسانید. می خواهم این پیام به هر جا و مکانی که انسانها در آنجا زندگی می کنند رسانده شود. می خواهم این پیام مرا به زبانهای مختلف به گوش مردم دنیا برسانید تا به زبان خودشان پیام مرا بخوانند. اگر اجازه داشته باشم از طرف همه خواهران و مادران داغدار و همه کسانی که جگرگوشه هایشان در این 30 سال کشته شده بگویم که ما مادران داغدار نیستیم، بلکه ما مادران افتخاریم. اگر از هر مادری که عزیزش را کشتند بپرسید پسرت یا دخترت را چرا کشتند یا چرا جگرگوشت در زندان است، پاسخش این است: تنها گناه فرزند من دفاع از انسانیت بود. اما امروزه در جایی که ما زندگی می کنیم دفاع از انسان جرم محسوب می شود. عزیزان، از این پس شماها باید خیلی کارها را برای من بکنید. عزیزم، تو باید بیشتر از همه فعالیت بکنی. بدان که فرزاد نمرده است. من نمیتوانم و امکان این را ندارم تلفن را بردارم و به همه مادرانی که در دنیا مثل من هستند بگویم که عزیزان، ما همه با هم یکی هستیم. فرزندان ما همه برای یک هدف کشته یا زندانی شدند. برای آزادی. فقط برای آزادی انسان. پس ما همه با هم یکی هستیم. اگرچه ما اسم همدیگر را نمی دانیم، اما درد همدیگر را خوب می دانیم. می خواهم موضوع مهمی را یادآور شوم. فرزاد فقط به خاطر کردستان کشته نشد. فقط به خاطر ایران کشته نشد. به خاطر انسان فقیری کشته شد که در هر گوشه دنیا محتاج نان است. که ایران هم گوشه ای از این دنیاست. پیام مرا به همه تلویزیون ها، به همه رادیوها، به همه روزنامه ها، به همه گروه ها و سازمان ها، به سازمان های حقوق بشر، به همه زنان و مردان آزادی خواه و انسان دوست دنیا برسانید. به آنها بگویید که من از همه تمنا دارم. عزیزان زیادی در زندان ها هستند و منتظر کمک های شما وجدان های آگاه به هر شیوه ممکن برای آزادی این زندانیان. کمک کنید. فقط آزادی و صلح است که انسان ها را به هم نزدیک می کند.